مسلمانان در بلژیک تصمیم گرفتند نسبت به حکم دادگاه عالی این کشور مبنی بر ممنوعیت ذبح شرعی حیوانات به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کنند. انجمنهای اسلامی در بلژیک با انتشار بیانیه اعلام کردند این انجمنها نسبت به حکم دادگاه عالی بلژیک مبنی بر ممنوعیت ذبح حیوانات به دادگاه حقوق بشر اروپا اعتراض نموده و خواستار تجدید نظر شدند. در این بیانیه آمده دفتر اجرای مسلمانان در بلژیک و شورای هماهنگی مؤسسه‌های اسلامی بلژیک پس از تصویب ممنوعیت توسط بالاترین نهاد قضایی بلژیک تصمیم گرفتند حکم این دادگاه را در برابر دادگاه اروپا در شهر استراسبورگ فرانسه به تجدید نظر بگذارند. بر اساس این بیانیه تکنیک های کنونی ذبح دینی به طور کامل با الزامات بهداشتی عمومی و ایمنی غذایی مطابقت دارد. در سال 2019 میلادی قوانین جدیدی درباره حمایت و حفاظت از حیوانات در والونیا در جنوب بلژیک و فلاندرز در بخش شمالی هلندی زبان به اجرا درآمد. سازمان‌های اسلامی و یهودی نسبت به این قانون شکایت و اعلام کردند. ممنوعیت ذبح با آزادی مذهب تعارض دارد. بر اساس شعائر اسلامی و یهودی، فرایند ذبح شرعی برای مسلمانان حلال و برای یهودیان کوشر نامیده می‌شود. فرایند ذبح برای پیروان دین اسلام و یهودیت مستلزم سالم بودن حیوان است و بدون شوک الکتریکی یا بیهوشی ذبح شود، زیرا این دو عمل با احکام شرعی مطابقت ندارد.